سلام دوستان، با کانال کتاب خوش آمده. ما در جهانی پیشرفته زندگی میکنیم که روزانه در آن طراحی های گوناگون ساخته میشوند. بعضی از این طراحی ها خیلی زیبا و نظرگیر هستند، اما بعضی دیگر خیلی مسخره و بیهوده ساخته شدند. در این ویدیو یک جای تماشا میکنیم همین طراحی های مسخره و بیهوده را که طراحی آنها برای پیشنهاد این طرح باید جزا گیرد. پس تا آخر برنامه با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولیک دوام بتیم، من میخوام با شما یاد رس شم که سپانسر همه روزه رولیک کانال نکاتوب این شرکت یک ایکس میباشد. سیلکاش در اولین کامیتر ذکر پیت کرده شده، شما وقتی که میدونید به همین سیلکا رجیستراسیون کردن سر میکنید، در جایی که پرامو کد نویسته گه اونجا شما نکرب نیسن $100 به شما بونوس میتیم. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این، اگر شما بوزر نفهمید دونین پروسه رجیستراسیون که این یک دستگیری کالونی شما نیست، بعد به کانال نکاتوب میباشد و این باعث میشود که رولیک های نکاتوب تست از برمدان گیرد دستگیری از شما و ویدیو کردن از مو رولیکا سر میکنیم رفتیم. طرح عجیب در استکان. بعضی آدمان چنان قهوه را دوست می‌دارند که می‌خواهند آن را ببوسند. برای این کار فقط لازم است که این استکان عجیب را بخرند و به آرزویشان رسند. یک دیزاینر کره جنوبی با نام جیم پاسیو استکانی را طراحی کرده است که در آن با قسم پایانی روی آدم مانندی دارد. جنگو در مورد طراحی این استکان با شوخی گفته است که من هم بوسیدن را دوست می‌دارم و هم قهوه نوشیدن را، اما هر روز قهوه را می‌خرم اما کسی را نمی‌بوسم. و همین خاطر طرح عجیبی استکان را پیشنهاد کرد که هر روز هم از آن قهوه بخورد و همان را ببوسد. با این میگویند یک تیر و دو نشان. این در دو رنگ سفید سیاه به مردم پیشنهاد شده است. جنگ اول در روی در استکان لبها را طراحی کرده بود، اما برای طبیعی شدنش بینی را هم طراحی کرد. بنموترین ماشین دنیا. بنموترین ماشینی که تا حال دیده اید نامش چی بود؟ بیشتری آدمان اعتقاد دارند که بنموترین ماشین دنیا این فیات مولتیپلا است. حتی آدمانی که زیاد به رانندگی شوق ندارند، اگر باری اول فیات مولتیپلا را بینند به راننده میخندند و شاید خود به خود گویند که کی عقلش را خورده است که این ماشین را خرد. جالبش این است که با وجود آن که ظاهر بدی دارد، اما عملکرد خوبی را نشان داده است. اما با فکرم رئیس کمپانی فیات هم پیاده گشتن را بهتر میداند از نشستن بر این ماشین. آیا شما جانی کلپسون را میشناسید؟ او در یک برنامه تلویزیونی درباره ظاهر این ماشین تنقیدات زیاده کرده با آن خندیده بود. با فکرم دیزاینر این ماشین طرح آن را از روی یگان فیل گرفته است، وگرنه اینقدر ماشین بی‌نماد را تا حال کسی طراحی نکرده است. ورتالیوت بوئینگ 235. این ورتالیوت جنگی از شرکت بوئینگ است و حیران می شود ببینید که این شرکت این عجوزه کمپیر را طراحی کرده است. اساسا وسیله های نقلیه جنگی باید ظاهرا ترسناک باشند تا روی دشمن تأثیر روانی گذارند. اما با فکرم دیزاینر این ورتالیوت می خواسته است که دشمن را تا سرحد مرگ بخنداند. آدم فکر میکند که این ورتالیوت با دیدن نیروهای دشمن اینسول شده است. این ورتالیوت سال 1973 برای ارتش آمریکا ساخته شد. اما خوشبختانه هیچگاه به مرحله تولیدی زیاد نرسید، وگرنه نیروهای دشمن را خنده کف میکرد. معلوم نیست که با کدام فکر و با کدام سبب طراح این پروژه این ورتالیوت را به این شکل ساخته است. خلاصه مسئولان آمریکایی تصمیم گرفتند که این طرح را رد کنند و به جای آن ورتالیوت اپاچی را انتخاب کنند. معلوم می شود که آنها تصمیمی درستی گرفتند، چون که این ورتالیوت پیشرفته ماموریت های زیادی را به انجام رسانده است و خوب و شایسته بودن خودش را نشان داده است. قطارهایی که از بین یک ساختمانی مسکونی میگذارد. تصور کنید که دیزاینر این پروژه نمیدونسته است که در مسیر گذشتن ریل این قطاره یک ساختمانی مسکونی موجود است. یک مهندس ژاپنی آنقدر دانا و باهوش بوده است که نمیدونسته است که در مسیر ریل قطاره جارکینگ این ساختمانی مسکونی واقع است. اما جای تشویش نیست، چون که ژاپنی ها برای این کار هم راه حل خود را مییابند. آنها یکی از آشیانه ها را خالی کردند و در درونش ریل قطاره کشیدند. البته من دلم برای کسانی که در این ساختمان مسکونی زندگی میکنند واقعا میسوزد، چون که دائما در حالت ویبراسی هستند و میلرزند. درباره آواز قطاره چیزی نگویم هم میشود. بدترش این است که مسئولان دیرتر تصمیم گرفتند که در درون این ساختمان یک ایستگاه قطاره هم بسازند. یعنی اینجا هم ساختمانی مسکونی است و هم ایستگاه قطاره. کسانی میخواهند از این قطاره استفاده برند باید به ساختمان در آمده با بالا برایند و بعد در ایستگاه منتظری قطاره شوند. اگر خانه من در اینجا بود حتما آن را میفروختم و از آنجا میگریختم. لباس ورزشی گروهی دوچرخه سواری کلمبیا.
چند وقت پیش درباره لباس ورزشکاران زن در المپیک بحثی داغ پیش آمده بود. حالا یک جای لباس عجایب المپیک سال 2014 را میبینیم. این لباس ورزشکاران زنی دوچرخه سواری کلمبیا بود که از قسمت پایانی میان به رنگ پوست بدن طراحی شده بود. برای طراحی این لباس جنجال های زیادی پیش آمده بود. اینچنین در قسمت پشت لباس در قسم نشستن برای دوچرخه پارچه مخصوص گذاشته بودند تا دوچرخه سوار هنگام راندن دوچرخه احساسی راحتی کند. برای طراحی این لباس جنجال های زیاده پیش آمد و رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری نیز گفته بود که این لباسی خوبه نیست. اما دوچرخه سواران کلمبیا این موضوع را رد کرده گفتند که ما هزاران متر را باید دوچرخه سواری کنیم و راحتی لباس برای ما مهمتر از زیبایی آن است. البته طراح می توانست که از رنگ دیگری در آن قسمت استفاده برد، چون که وقتی به آنها نگاه می کنیم فکر می کنیم که آن قسمت بدن زنها اوریان می باشد. کشتی تفریحی به شکل ورنای. اگر اهمیت دهیم بعضی از آدمان پولدار خواهش های عجیبی دارند. حالا با کشتی تفریحی ورنای نگاه کنید. طراحی این کشتی را از نموداری ورنای نمونه گرفتند. مقصد طراحی این کشتی فقط یک چیز بوده است و آن هم سرگرم کردن آدمان پولدار است. در درون این کشتی چند جکوزی، زمین بازی، گلف، باغ خانگی و استخر قرار دارد و چند جایهای سرگرم کننده دیگر. بیشتری آدمان میگویند که هدف از کشتی سواری تماشا و لذت بردن از منظره اقیانوس و دریا است. اما با شکلی که برای این کشتی ساختند آدم فکر میکند که در زندان است و برای تفریح کردن نیامده است. اینچنین فرض کنید که کسی از نور آفتاب لذت بردن خواهد. طراحی دیواره کشتی به شکلی است که اگر آدم اهمیت ندهد و در جای بد دراز کشد تمامی بدنش خط خط می شود. یگانه کاری که دیزاینر این کشتی می توانست بکند این بود که سقف کشتی را طوری بسازد که آن را دوباره جمع کرده توانند تا اینکه گردشگران از نور آفتاب لذت برند. خلاصه که این طراحی را بیشتری آدمان قبول نکردند و گفتند که باید در روی کشتی سقف نمیگذاشتند. نتبوک بنتلی. چند سال پیش شرکت بنتلی که شرکت ساخت ماشین است با همراهی شرکت ایگو لایف استیل تصمیم گرفتند که یک نتبوک سازند. آنها این کار را با موفقیت انجام دادند. نتیجه کاری آنها این نتبوک عجایب است که سال 2008 تولید شد و شکل آن به شکل سمکه است. این وسیله الکترونیکی نرخش به 20,000 دلار برابر است. قسم بیرونه این نتبوک از پلاتین و چرم یکم درجه ساخته شده است. با همین خاطر این نتبوک یکی از قیمتترین نتبوک های جهان شناخته شد. اما این نرخ بلند و جنس خوبی آن سبب نشد که به موفقیت های زیاد رسد. بله، به موفقیت نرسیدن این نتبوک سببش ظاهری عجایبش بود. آدم ها نمی خواستند برای خریدن این نتبوک 20,000 دلار صرف کنند، اما ظاهری آن خیلی بد باشد و فکر کنند که یک سمکه در دست دارند. البته کسی که این نتبوک را طراحی کرده است اول باید به فروشگاه ها می رفت و می فهمید که مردم چگونه نتبوک ها را دوست می دارند. بعد طراحی را آغاز می کرد. نارثروپ تسید بلو. هدف از ساختن این هواپیما این بود که می‌خواستند یک هواپیمای جاسوسی بسازند که در رادارهای دشمن نمایان نشود، عملیاتش را انجام دهد و زدنی آن خیلی مشکل باشد. این هواپیما را سال 1996 ساختند که آن زمان اوج تکنولوژی بود. اما بیچاره به یک کروبکه مانندی دارد که به با آن بال چسباندند. یکی از مهندسان ساخت تیسید بلو گفته است که شاید این یکی از ناپایدارترین هواپیماهای باشد که بشریت آن را تولید کرده است، چون که هدایت کردن این هواپیما برای خلبان خیلی مشکل بوده است. ناپایداری هواپیما مخصوصا در هواپیماهای جاسوسی نباید وجود داشته باشد و معلوم نیست که طراح این هواپیما در وقت طراحی کردن فکری چی را میکرده است. از سبب کلان و بی‌نمود بودن شکل این هواپیما، طراحان آن و حتی کارگران که در این پروژه کار میکردن به آن لقب وال را داده بودند. درازی تیسید بلو 17 متر و 60 سانتی متر بود. کابینه پیلوت هم فقط برای یک نفر جا داشت. عین حال این هواپیما در حوزه هوایی اوهایو جایگیر شده است و توسط آن حتی کارتوشکا هم برده نمیتوانند. طراحی نوی شخصیتی سونیک. اگر خبر داشته باشید وقتی که شخصیت نوی سونیک را طراحی کردند همه مردم حیران شده بودند.
سونیک که نو طراحی کرده بودند دندانهایش به شکل دندانهای انسان بود و حتی موها و چشمهایش هم با شکل اصلیش فرق داشت. وقتی شخصیت نوی طراحی شده را با شخصیت پیشین یک جای میگذاریم، از زمین تا آسمان فرق دارد. استفاده برندگان اینترنت مخصوصا تویتر سازنده این شخصیت نو جف لاور را تنقید کردند. مردم آنقدر از این طراح گله و شکایت کردند که او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که میخواهد طرحش را دیگر کرده این سونیک ترسناک را عوض کند. تشکر که تا آخری برنامه با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال آبونه شوید. فکر و نظرات خود را حتما در کامنتریا نویسید.